دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هسته‌ای از هیستون با ما همراه شد. آقای دکتر اسفندیاری، رئیس مرکز بیماری‌های گوارش دانشگاه تهران گفته بخشی از این آمار مشخصا مربوط میشه به نیتراتی که در آب بوده و ربطی به آلودگی رود ارس نداره. اما آلودگی این رود رو شما چقدر در افزایش شمار مبتلایان به سرطان، به ویژه سرطان‌های مربوط به دستگاه گوارشی، مرتبط می‌دونید؟ درود بر شما. ببینید، با توجه به طول رودخانه ارس و با توجه به اینکه از شرق کشور ترکیه شروع میشه و وارد کشور ارمنستان میشه، بعد در سه نقطه کشور ما مرز رو تشکیل میده، یعنی استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل و بعد وارد کشور آذربایجان میشه، در هر نقطه امکان آلودگی برای رودخانه ارس وجود داره. ولی مهمترین آلودگی که تمامی این کشورها متفق قول بهش اشاره میکنن کشور ارمنستان هست، به دو دلیل عمده‌ای که داره. یکی اینکه یک نیروگاه اتمی در کشور ارمنستان وجود داره به اسم متسامور که یکی از نیروگاه‌های فوق‌العاده قدیمی هستش و میشه گفتش که طبق گزارشات IAEA، سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جزو خطرناک‌ترین نیروگاه‌های اتمی هستش. به خاطر اینکه نوع تکنولوژی به کار رفته در این ریاکتورهای این نیروگاه فوق‌العاده قدیمی هستش. نیروگاه نیروگاهی هستش که در 1976 تأسیس شده و قرار بوده که 30 سال عمر داشته باشه، ولی الان در 2023 هنوز کار میکنه، دو تا ریاکتور داره. یک منبع دیگه آلودگی، منبع آلودگی هستش مربوط به معدن مس آلماراک در ارمنستان، که این دو نقطه باعث یک نقاط هات هستن برای آلودگی رودخانه ارس. ولی دکتر ملک‌زاده اشاره میکنن که شهر مثلا مشکین، شهر از استان اردبیل، بیشترین موارد سرطان معده ای رو که ما مشاهده میکنیم به علت وجود نیتراتی هستش که در آب اون ناحیه وجود داره، به خاطر اینکه آب این چشمه ها، آب این چاه ها متصل هستش به قله آتشفشانی مثلا سبلان، به کوه سبلان متصل هست، یا اینکه در نقطه دیگه ای از ایران مثلا ترکمن صحرا به خاطر آبهایی که از آبانبارها استفاده میکردن منجر به افزایش سرطان شده. ببینید، در مبحث آلودگی آب دو تا آلودگی خیلی مهم هستن. یکی آلودگی با فلزات سنگین هستش که مهمترینشون آلودگی با سرب هستش، بعد آرسنیک و مس میتونه باشه، که ثابت شده که کشور ارمنستان به خاطر اینکه عدم رعایت استانداردهایی رو که داشته انجام میداده در مورد این دو تا نیروگاه و این معدن، باعث آلودگی رودخانه ارس شده. و دوم اینکه آلودگی های رادیواکتیو هستش. تمامی مطالعاتی که حالا از طرف ایران انجام شده توسط مثلا دانشگاه خوارزمی یا دانشگاه شهید بشی، گروه جغرافیایی سیاسیشون انجام شده، بیشتر به آلودگی های فلزات سنگین اشاره کردن، ولی به آلودگی های رادیواکتیو این رودخانه اشاره ای نشده و هیچ کدومشون هم تاکید نمی کنن. ولی اگر آلودگی از سمت ایران هم باشه، قطعا به خاطر عدم شفافیتی که وجود داره در مورد آلودگی محیط زیست، ما نباید انتظار داشته باشیم که این رو به صورت شفاف اراده بکنن. ولی اینکه فلزات سنگین آیا میتونن با موارد سرطان در ارتباط باشن، به صورت قطع نمیتونیم این چیز رو بگیم، این رو ذکر بکنیم. ولی در رابطه با اشعه های یونیزان یا مواد رادیواکتیو، بعد به صورت دراز مدت وقتی که فرد در معرض این اشعه ها قرار بگیره یا به صورت کوتاه مدت در معرض یه حجم زیادی از اشعه قرار بگیره، میتونه بعد از قرار گرفتن در معرض این اشعه باعث بروز سرطان در اون فرد بشه. سپاسگزارم از شما دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی هستی از هیستون با ما.